ناقص پنجم شخص چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن آمده است بدبیند و اگرچه به مقتضای آن عمل نماید پس آن پس به تحقیق کافر است. دلیل این ناقص فرموده تعالی است. این به آن سبب است که آنان آنچه را که الله تعالی نازل کرده است ناپسند دانستند، پس الله اعمالش را نابود کرد و فرموده او نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلاف های خود تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. و فرموده او پس هر کس را که الله بخواهد هدایت کند سینه اش را برای قبول اسلام میکشاید و هر کس را که بخواهد گمراه کند سینه اش را چنان تنگ میکند که گویا به آسمان بالا میرود. اینچنین الله پلیدی را بر کسی که ایمان نمی آورند قرار میدهد. دوست داشتن و بد دیدن در راه الله. دوست داشتن و بد دیدن در راه الله از جمله واجبات است، بلکه آن از بهترین درجه های ایمان است. سوال: دوست داشتن اموری که برای الله واجب است چیست؟ یکم، عملی که الله تعالی از آن راضی می گردد و آن هر عملی است که در شریعت آمده است مانند توحید. دوم، دوست داشتن کسی که به آن عمل می کند مانند انبیا، رسولان، ملائکه، صحابگان و هر یک تا پرست. سوم، زمانهایی که الله سبحانه و تعالی آنها را دوست می دارد مانند شب قدر و سه یکی آخر شب. چهارم، مکانهایی که الله تعالی آنها را دوست می دارد مانند مکه و مدینه نبوی. بعد دیدن اموری که برای الله واجب است چیست؟ عملی که الله تعالی بد می بیند و انکار می کند و آن عملی است که شریعت از آن نهی کرده است مانند شرک. دوم، به آن عمل کننده مانند مشرکان، منافقان و شیطان ها. سوم، زمانهایی که الله تعالی آنها را بد می بیند مانند زمانهایی که در آن آفتاب پرستیده می شود. چهارم، مکانهایی که الله تعالی آنها را بد می بیند مانند مکانهای شرک. آیا هرگاه زن چند زندگی را بد بیند کافر می شود؟ در واقع زن حکم شریعت را انکار نمی کند، ولیکن او برای شوهرش بر بالای از زن گرفتن را دوست نمی دارد. پس این امر است که در آن ملامت کرده نمی شود.